گزارش هفته نامه نیویورکر درباره دیکتاتوری و فساد حکومت مالکی و سیاست آمریکا در عراق. آنچه آمریکا در عراق به جا گذاشت یک مالکی به طور فزاینده مستبد است که این کشور را به پرتگاه برده است. نیویورکر 28 آوریل 2014. برای بسیاری از عراقیان این نگرانی وجود دارد که کشورشان مجدداً در جنگ داخلی فرو برود و این مالکی بوده که این کشور را به پرتگاه برده است. در روز 30 آوریل رای دهندگان عراقی به صندوق‌های رای می‌روند تا یک پارلمان و نهایتاً یک نخست وزیر را انتخاب کنند. مالکی پس از 8 سال به دنبال دوره سوم است. بسیاری می‌ترسند که پیروزی او باعث محکم کردن کنترل وی بر کشور شود. فردی که مدت‌ها با مالکی بود گفت اگر او این بار پیروز شود هیچگاه نخواهد رفت. در انتخابات پارلمانی که ماه مارس قبل برگزار شده بود، اتحاد مالکی یعنی دولت قانون شکست مفتضحی را متحمل شده بود. رای دهندگان به یک ائتلاف سکولار و طرفدار غرب به نام العراقیه به رهبری عیاد اللاوی، یک دشمن دائم رژیم ایران، رای داده بودند. یک دیپلمات سابق آمریکایی گفت این نتایج انتخاباتی بود که فقط در آرزوهای ما بود. افزایش نیرو کارساز بود. جنگ در حال پایان بود و برای اولین بار در تاریخ جهان عرب یک اتحاد سکولار و متمایل به غرب در یک انتخابات آزاد و عادلانه پیروز شده بود. اما با وجود نتایج رضایت بخش انتخاباتی، مقامات آمریکایی گفتند دولت اوباما نتیجه گرفت که حمایت از علاوی در صورتی که با مخالفت گروه‌های شیعه و حامیان آنها در ایران مواجه شود بیش از حد دشوار خواهد بود. کمی بعد از انتخابات یک قاضی عراقی تحت فشار از جانب نخست وزیر اولین فرصت را جهت تشکیل دولت به مالکی تقدیم کرد. این یک حکم مستقیماً مغایر با قانون اساسی عراق بود، اما مقامات آمریکایی به مقابله با آن نپرداختند. یک مشاور ارتش آمریکا گفت نیت قانون اساسی واضح بود. آمریکاییان از قبل پشت مالکی رفته بودند. آمریکا متن صورت جلسه این نشست را دریافت کرد و شرایط دقیق توافقنامه را می‌دانست، اما تصمیم گرفت با دخالت رژیم ایران مقابله نکند. در یک نشست شورای امنیت ملی که یک ماه بعد برگزار شد، کاخ سفید به رژیم جدید مهر تایید زد. این موضوع مقاماتی که بیش از یک دهه گذشته را جهت تضمین منافع آمریکا در آن کشور تلاش کرده بودند بسیار خشمگین کرد. یک دیپلمات سابق آمریکا گفت ما 4500 آمریکایی را از دست دادیم که رژیم ایران نتیجه جنگ را مشخص کند و به یک شکست استراتژیک منجر شود، لعنت بر آن. حداقل یک دیپلمات آمریکایی در بغداد در اعتراض به این مسئله استعفا داد و عیاد اللاوی که بیشترین آرا را کسب کرده بود گفت من به حمایت آمریکایی ها نیاز داشتم، اما آنها می‌خواستند بروند و کشور را به رژیم ایران تقدیم کنند. عراق اکنون یک کشور شکست خورده است، یعنی یک مستعمره رژیم ایران. ماها بعد از انتخابات دیپلمات‌های آمریکایی در عراق یک پیام کم سابقه مخالف به واشنگتن ارسال کردند و به اینکه آمریکا با ترکیبی از حمایت و بی‌تفاوتی در حال تشویق تمایلات استبدادی مالکی است اعتراض کردند. یک نفر که یادداشت را امضا کرده بود گفت ما فکر می‌کردیم داریم یک دیکتاتور درست می‌کنیم. کمتر از 24 ساعت بعد از خروج آخرین ستون از سربازان آمریکایی، دولت مالکی دستور دستگیری نائب رئیس جمهور طارق الهاشمی، یعنی بالاترین مقام سنی عرب، را صادر کرد. سپس مالکی یک کارزار تهاجمی جهت سرکوب مخالفین خود، به طور خاص سنی ها، و تمرکز هژمونی در دفتر خود آغاز کرد. در ماه‌های بعد او چند مقام ارشد، به طور خاص سنان الشبیبی رئیس بانک مرکزی، را برای متوقف کردن او که تلاش می‌کرد از منحرف کردن ذخایر خارجی عراق به بودجه عملی دولت جلوگیری کند
مجبور به ترک موضع خود کرد. بعد از انتخابات بلا تکلیف 2010، رئیس کمیساریای عالی انتخابات دستگیر شد. وقتی کمیسیون سالمسازی شبکه‌ای در کابینه مالکی را کشف کرد که قراردادهای دولتی را به شرکت‌های تقلبی واگذار می‌کرده، او از تعقیب قانونی در این رابطه جلوگیری کرد. کمی بعد از آن، مدیر کمیسیون با یک متحد مالکی جایگزین شد. مقامات عراقی و آمریکایی از سابق و لاحق داستان‌هایی در مورد تطمیع، رشوه‌خواری، باجگیری و دزدی گفتند. بسیاری از آنها به انتقال عایدات نفتی عراق که در سال گذشته از مرز 90 میلیارد دلار عبور کرد مربوط می‌شوند. دیگران وضعیت فاسد بانک‌های عراق و فروش دلار در بازارهای سیاه را شرح می‌دهند. در سال‌های اخیر تعدادی از قراردادهای دولتی کاملاً قلابی از آب درآمدند. در سال 2011 دولت قرارداد 1.2 میلیارد دلاری برای ساخت 10 نیروگاه را منتفی و اعلام کرد شرکت کانادایی که برای انجام این کار استخدام شده بود تنها بر روی کاغذ وجود داشت. بسیاری از اتهامات مربوط به فساد در اطراف احمد مالکی پسر نخست وزیر می‌چرخند. بنابر گفته بسیاری از عراقیان و آمریکایی‌ها، احمد اغلب خواهان درصدی از قراردادهای دولتی است که به شرکت‌های خصوصی اختصاص داده شده. یک مشاور غیرنظامی ارتش آمریکا در زمان اشغال عراق وضعیت موذیانه مالکی را نتیجه سیاست‌های کاخ سفید می‌داند و می‌گوید بوش و اوباما آنقدر زیاد و به طور حجیم و سنگینی روی مالکی سرمایه‌گذاری کردند و او را چنان قدرتمند کردند که رفتار مستبدانه‌اش اجتناب ناپذیر شد. ما داریم در عراق فردی را تقویت می‌کنیم که این مشکلات را پدید آورده است. رأی‌سازی رژیم آخوندی برای مالکی با تحت فشار قرار دادن عراقیان مقیم ایران. خبرگزاری سپاه پاسداران 6 اردیبهشت 93. گفتگوی سفیر عراق در تهران با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس. محمد مجید الشیخ در این گفتگو عنوان کرد که انتخابات پارلمانی عراق قرار است در تاریخ 7 و 8 اردیبهشت ماه، 27 و 28 آوریل در 11 شهر ایران شامل تهران، قم، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، ارومیه، ایلام، یزد، نقده، شوش، دانیال و شیراز برای اتباع عراقی مقیم ایران برگزار شود. سفیر عراق گفت تمهیدات و برنامه ریزی منظمی از سوی دولت عراق و ایران برای برگزاری این دوره از انتخابات صورت گرفته است.